سریال حریم سلطان اونجا ساخته شده. مثلا اپلیکیشن خیلی باحال خودش آلارم میده که داشته باشه قرار کاری بکنه که اینجوری معلوم نمیشه که. البته اگه روسری هم همراهتون نباشه بهتون روسری میدن. این تصویر اصلا براتون عجیب نیست که سارا در حال بودو بودو. من نمیدونم چرا تاکسی اینترنتی رو زود میگیرم وقتی که دیرم شده. امروز میخوایم بریم آیا سوفیا. این بار داستان عجلم این نبود که تاکسی منتظر باشم. داستان عجله دارم میرم با اتوبوس برم برای اولین بار خودم میخوام راه ها رو پیدا بکنم. در واقع یه اپلیکیشن هست اینجا اسمش رو نمیدونم براتون این پایین میذارم ولی شکل قطر است. من بهش میگم قطره. از روی قطره من دیدم که نزدیکتر ایستگاه اتوبوس به من با تاکسی 4 دقیقه است. نشون میده که اتوبوس چه ساعتی میاد که خب 5 دقیقه دیگه میرسه و نشون میده که جایی که میخوایم بریم چقدر راه هستیم و آیا باید خط عوض بکنید، مترو سوار بشین، دوباره اتوبوس دیگه سوار بشین. بعد مقایسه میکنید. یه وقت هست که مثلا یه مسیری کوتاه‌تر زودتر میرسید 10 دقیقه 20 دقیقه اما مجبورید مثلا 3 تا اتوبوس عوض کنید که خب این به صرفه نیست. اتوبوس E76 رو باید سوار بشم. این الان B51 روی نقشه زده تا 5 دقیقه دیگه میام. خیلی باحال خودش آلارم میده که کی و کجا پیاده شو، چند دقیقه پیاده روی کن. الان میگه 1 دقیقه پیاده برو تا ایستگاه بعد که دوباره سوار بشی و 10 دقیقه تو راه باشی. Ana hat binebilmeniz için peronun boş kısımlarına doğru ilerlemeniz rica olunur. İskah Yusuf Paşa has. Az önce doğuya sade gaydi ya otobüse geldi mi aslında miram emin olun. Bazar ama kapalı çarşı. Kodişi İskah der. کافی خوردم. 8 دقیقه دیگه که پیاده روی بکنم میرسم به آیا سوفیا یا آیا سوفیه. هر دوش درست اینی به ترکی آیا سوفیا ولی به فارسی هم همون میگه آیا سوفیه. یه سری اطلاعات هست در موردش که ترجیح میدم همونجا بهتون بگم ولی خیلی جالبه که بدونید اول در واقع آیا سوفیا یه کلیسا بوده که ساخته شده، بعد تبدیل به مسجد شده، بعد تبدیل به موزه شده و دقیقا در سال 2020 ژوئیه تبدیل به بعد از 86 سال گفتم همه شده دیگه تبدیل به مسجد شده دوباره. من آخرین باری که اولین و آخرین باری که رفتم آیا سوفیه سال 89 بود، دقیقا 10 سال پیش و خیلی خیلی دوستش داشتم، خیلی خوشم اومد. دقیقا همون زمان که بویوکادا هم رفتم. این بار بویوکادا اونقدر به هم جذابیت نداشت. ببینم آیا آیا سوفیه هم دوباره همونقدر به هم جذابه یا نه. احتمالا مثلا در موردش میگم که خوب بود، باحال بود، ارزش دیدن داره. ماسکای شما هم این شکلی میشه. کارتون دستشه و داره تون تون میدوه برای این حال خوشو به نماز جماعت برسونه. در حال برگزاری نماز جمعه هستم، برای همین داخل کامل نمیتونم برم. در ورودی کلی پلیس وایساده بود، کیفتون رو میگردن به طرز معمولی و مسخره‌ای. اگه کسی بم داشته باشه قرار کاری بکنه که اینجوری معلوم نمیشه که دیگه. چون اینکه ماسک داشته باشید، من همه جا ماسک دارم، من تا وقتی دارم با شما صحبت میکنم ماسک رو در میارم. خیلی توریست هست اینجا و اینکه بریم ببینیم و بگردیم. آها از این اتوبوسای تورم هست، بهتون نشون میدم. Thank you.
تازه نمیتونی با لباسی که حالا مثلا تاپ یا لباس دامن کوتاه باشه یا آقایون با شلوارک نمیتونن وارد بشن. پوشش مناسب هم توضیح داده. البته که توی معبد ها هم همینطور، اینه اگه تو باشی توی چین حالا هند معابد هم اجازه بود با لباس های باز رو ندارید. مسجد سلطان احمد، مسجد آبی سلطان احمد جامعه دارن تعمیرات انجام میدن، ولی خب کار جالبی کردن دیگه، بدون که از این پلاستیک آبی ها بکشن دقیقا طبق نقشه خود مسجد رو چاپ کردن روش زدن، ولی خب پشتش رو ببینیم که جوریه یا همه جا خراش رو دارن مرمس میکنن. رو سری سلام کردم، با کلاه هم نمیتونید وارد بشید، البته که اگه رو سری هم همراهتون نباشه بهتون رو سری میدم، ولی من چون میدونستم با خودم شالو برده بودم. خیلی هم خوشحال شده نخواه، یعنی گفتش که اسکارف باید سرید بکنید، یه اسکارف گرفت کنم دارم. اصلا خب به خاطر کرونا هم به نظر من بهتره که خودتون چالی رو سری همراهتون باشید. یا پرتغال گرفتم جاتون خانه داخل مسجد علیسوی نفتم، بخاطر اینکه به شدت سخت و شلوغ و بابت کنید نصف بیشتر قشنگیش همین بیرونش بود که براتون خواهد گرفتم. آها، اینجا که بخواییم بریم و خیلیاتون دوست داریدم، میخوام برم از کاف موزه یه توپ کافی دیدم بکنم که سریال حریم سلطان اونجا ساخته شده و خیلی سریال های تاریخی دیگه. اگه مثلا از ایا صوفیه به سمت کاف توپ کافی بریم پیاده حدود 5 دقیقه و کلی کوچه های باحال هم میبینیم. که رایگانه، اما مثل همه جاهای دیگه تبتون رو میسنجن، لوازمتون رو بذارید توی دستگاه رد بشه، پلیس ایستاده و حالا یه مسیر رو تقریبا طولانی بهتون بگم که اینجا خیلی خیلی بزرگه این قلعه و در حال ساخت و ساز هم هستم، اون جلوی درم داشتن چراغای محبت هر درست میکرد. یه مسیر تقریبا طولانی رو باید پیاده روی بکنید ولی بی نهایت زیباست. باقا براتون آشنا نیست؟ تو حریم سلطان تو حیات قدم میزدم و بعد از که پیاده کردیم میرسیم به جایی که بلیط تهیه بکنیم. قیمت بلیط 100 لیر، البته اینجا زده 135، من از دستگاه گرفتم 100، هنوزم مطمئن نیستم که چون از دستگاه و به صورت اینترنت خریدم ارزان‌تر بود یا اینکه مثلا اون 135 موزه های بیشتری رو شامل میشه، ولی 99% میگم چون از دستگاه گرفتم قیمتش مناسب‌تر. آودیو گاید هم داره که به زبان فارسی هم هست، ببینیم که قیمت کرایه‌اش چقدر. اکثر زبونا داشت، برای یکی از موزه ها 30، برای یکی دیگه 40، برای هر دو با هم 70. این بخش آشپزخونه کاخ بوده، یعنی الان این موزه‌ای که می‌بینیم وسایلی که توش هست از آشپزخونه کاخ به دست اومده. عکس و فیلمایی که از موزه براتون گرفتم خیلی کمه، به خاطر اینکه ممنوع بود. یا لالا جان، من تعجب کردم که ممنوع بود.
و هر قسمت هم نگهبان مثل شیر وایساده بود، می من تذکر میداد. با این حال ببینید من چقدر براتون فیلم گرفتم. نه کم گرفتم، فکر کنم ترجم یه دقیقه نشد. خب بالاخره ممنون بود. هوا هم گرمه، کولم و اینوری انداختم، خیلی کمرم عرق کرد. ولی باز خدا شکر هوا گرمه. ترجیح میدم گرم باشه تا اینکه سرد باشه. بی‌نهایت همینجا زیباست. اصلا شاید یکی از علتهایی که عکس برداری رو ممنون میکنن همینه، اینه که شما خودتون میرن نزدیک ببینین انشالله، بعد من یاد من بیفتین بگین ساکوپولو اومده بود اینجا. خب رسیدم به یه قسمت خیلی جذاب، بریم ما هم ببینیم.